هوا بده که دیگه افتاب نسوزونه. کشاورزان استان سمنان هم سخت مشغول کشت محصولات زیر پلاستیکی هن. در سطح 20 هکتار از زمین محصولات کشاورزی خودم ما زیر پلاستیکی از قبیل خربوزه و طالعه و دستنبو کشت میکنیم. در استان سمنان 5500 هکتار زمین کشاورزی زیر کشت محصولات جالیزی و زیر پلاستیکی رفته. سطح زیرکشت ما از حدود 1500 هکتار در سال گذشته به نزدیک 2400 هکتار امسال در سطح استان رسیده. بیشتر کشت میشه، مثلا اندازه که ما کشت میکردیم مقداری بیشتر میشه کشتش. در استان سمنان خربوزه بیشترین سطح زیرکشت محصولات زیر پلاستیکی رو به خودش اختصاص داده. برای جلوگیری و هدر رفت آب یکی از کارهایی که میشه انجام داد استفاده از مالچ های مختلف، خصوصا مالچ پلاستیک هستش. میشه محصولات پر آبی رو مثل محصولات جالیزی رو در زیر پلاستیک کش کرد. کشت زیر پلاستیک آب کمتر میبره، بعد ویژین هم کمتر در میاد، زودترم دست میاد، به بازارم بهتر میخوره. غیر از موشنبایی باشم و انتام کردیم اینطور محصول نمیده. به علت زودرس بودن محصول برای کشاورز هم صرفه اقتصادی خوبی داره، میتونه یعنی زودتر از فصل معمول محصولش رو بفروشه، درآمدش بالا میره. بس مشکل کمابی بحران آبی که ما داریم باعث میشه که صرفه جویی خوبی در مصرف آب بشه، هم سطح تبخیر رو کاهش میده، هم میتونه برای ما رطوبت عمق خاک رو برای ما خوب نگه داره. اواسط خرداد ما آغاز برداشت محصولات نوبرونه یا همون زیر پلاستیکی هن. پیش بینی میشه امسال بیش از 35 هزار تن محصولات جالیزی از مزارع استان سمنان برداشت.